اگر که کنکوری 1401 هستین حتما این ویدیو رو ببینین. یه نکته مهم کنکوری بهتون میگم که جدیداً این هفته تصویب شد و تو نتیجه کنکورتون خیلی تاثیر میذاره. خب بچه ها، تاثیر معدل برای کنکورهای قبلی معمولاً 25% و تاثیر مثبت بود. برای کنکور 1401 اومدن تاثیر معدل رو 40% مثبت کردن. یعنی اینکه عملاً برای دانش آموزایی که درسشون خوبه چه تاثیر معدل 25% مثبت باشه، چه 50% مثبت باشه، چه 40% اصلاً فرقی نمیذاره. دقت کنید میگم تاثیر مثبت. تاثیر مثبت با تاثیر قطعی معدل فرق داره. اگر که شما یه دانش آموز سطح بالایی هستیم و نتایجی که توی آزمونای آزمایشی میارین ترازای خوب هستش و رتبه های کشوری رو در حدی میارین که بتونین تو رشته که دوست دارین و دانشگاهی که دوست دارین قبول بشین، به عبارتی اگه احتمال این که پشت کنکور بمونین زیر 20% هستش، بنابراین شما برای موفقیت تو کنکور 1401 لازمه که تست زنی بکنید. تو زمانی که شما آزمون نهایی دارین تو اون تایم براش وقت میذارین و تشریحی مطالعه میکنید، ولی الان که خبری از آزمون های نهایی نیست و تا آزمون نهایی او تا خرداد خیلی مونده، شما باید الان نهایت توان و انرژیتون رو صرف این بکنید که تست زنی بکنید و سرعت عملتون رو توی تست بالا ببرید. یعنی سرمایه گذاریتون روی خود کنکور باشه، چون به هر حال آزمون های نهایی تاثیر 40% مثبت داره و تاثیر مثبت ما یه جورایی بدون تاثیر در نظر میگیریم، چون معمولا تاثیر مثبت برای رتبه های در حد 150-160-70 هزار تاثیر میذاره که قطعا اون تاثیر مثبتی هم که میذاره نهایتشون رتبه رو بیاد مثلا 10 هزار تا بیاره پایین، که بازم برای قبولی توی رشته های تاپ کمک چندانی بهتون نمیکنه.